توافق کشورهای اروپایی مبنی بر کاهش 50 درصدی بدهی های یونان اگرچه بخش عظیمی از مشکلات این کشور را کاهش داده اما سبب کاهش انتقادات علیه جورج پاپاندرا و نخست وزیر این کشور نشده است مردم یونان این اتفاق را تنها نوعی معامله سیاسی بین رهبران کشورهای اروپایی میدانند و احزاب مخالف نیز میگویند این توافق اتحادیه اروپا نشانه شکست دولت است من نمیتوانم باور کنم که این یک معامله مناسب بوده باشد اما به هر حال برای ما اجتناب است از 300 سیاست مداری که در پارلمان یونان حضور دارند بیش از این نمیتوان انتظار داشت همه ای آنها عاملان به وجود آمدن این شرایط هستند رئیس جمهور و نخست وزیر باید از بین بروند آنها کشور را تا این حد به ورطه سقوط و ورشکستگی کشاندند بر اساس توافق رهبران کشورهای اروپایی حدود 100 میلیارد یورو از بدهی های خارجی دولت یونان که حداقل 350 میلیارد یورو ارزیابی شده کاسته خواهد شد